سلام دوستان، من محسن نامجو هستم. این مجموعه نمیدونم چندم از آدکست است و طبق معمول با بدبودی بنده مواجه شده این مجموعه هم. هم اول از همه من شرمنده بچه های تیم هم هستم که از من خواسته بودن مرتب و دقیقا هفته یه بار در روز یه بار این انجام بشه، ولی خب به هر حال هم نداشتن دل دماغ و هم گرفتاری های زندگی شخصی و اتفاقات خوب و بدی که افتاده باعث این شد که حداقل نسبت به بعضی از افرادی که در این ایام متاسفانه فوت کردن و من اندازه بضاعت کوچیک خودم نتونستم یه یادی بکنم یا ادای وظیفه بکنم. اولین مهمترینشون جناب آقای دکتر ناصر پاکتامان بودن که متاسفانه فوت شدن و همون موقع بعد مجموعه آدکست ثبت میشد در رسایشون و در توضیح اینکه ایشون چه مقدار آدم مهم بود، یکی از مهمترین محققان تاریخ معاصر بود که متاسفانه اگر انقلاب 57 اتفاق نمیافتاد و ایشون همراه با همسرشون خانم دکتر هما ناطق اگر که از ایران مهاجرت نمیکردن چه مقدار میتونستن تأثیر بذارن و چه شاگردان از اونی که تربیت کردن چه مقدار بیشتر تربیت کنن و در واقع چه مسیرها و مدارک و تمام اتفاقاتی که میتونست در تمام این سالها بیفته. متاسفانه بودن ایشون در قربت خیلی خیلی اثرشو کم کرد. کمایی که دورانی هم که داره میگذره آدم های پرمایه و سر به زیر و محقق واقعی، آدم هایی که جون و دل دادن، چشم دادن، جسم دادن برای این فرهنگ خاموش میشن و به قول ویژن الهی لال شد مرغ و نغمه رفت از یاد تا که گنگان ده زبان دروغ نازمستی کنند و جلوه گری. کما اینکه میبینیم تریبون ها پر است از پر حرف ها و بی سواد ها و کسایی که راجع به همه چی ادعا دارن و در هیچ زمینه ای حتی کوچکترین استخونی نتره. آقای ناصر پاکتامان رو عموم علاقه‌مندان به کتاب با کتاب 82 نامه برای 82 نامه شهید نگاهی برای صادق هدایت می‌شناسن. یکی از دوستان صادق هدایت بوده شهید نگاهی که نامه نگاری داشتن با هم دیگه و آقای پاکتامان در پاریس با تلاش بسیار میره اون نامه های خیلی خیلی ارزشمند رو جمع میکنه که خود اونا سند هست در واقع سیر و آفاق و انفاسی که یک روشنفکر ایرانی میتونسته از سر بگذرونه و اون نامه ها بعد بیرون از ایران منتشر شده. همچنین یک کتاب دیگه ایشونه که من تازگی مطالعه کردم و خیلی خیلی جذاب بود، جزئیات قتل احمد کسروی بود توسط نواب صفوی در ابتدای دوره معمر داشا. جالبه که وجه تسمیه فامیل ایشون پاکتامان هم یه ماجرای جالب داره که من نقل میکنم و بعدم ذکر منبع میکنم. این که زمانی که دولت مقاومت ملی تشکیل میشه در دوران جنگ جهانی اول، یه عده‌ای از روشنفکران و سیاسیون در واقع ملیون از جمله میرزاده عشقی، مدرس و خیلی های دیگه از رجال دوره قاجار، اینها مهاجرت میکنن به کرمانشاه و اونجا یک دولت مقاومت تشکیل میدن علیه روس‌ها تا زمانی که تکلیف جنگ روشن بشه و احتمالاً اونا به خاطر ضعف دولت مرکزی قاجار که دوران احمدشاه بوده بتونن چیز کنن، بتونن در واقع چاره بیاندیشن در حوزه سیاسی و اجتماعی مملکت. و متاسفانه مثل خیلی از آرمان‌ها و آرزوهای مردم و سیاسیون و آدمای صادق و دلسوز برای این مملکت، برای ایران در واقع برباد میره و به نتیجه نمیرسه و اینا اصلا میپاشن و یه عده‌شون کوچ میکنن به سمت استانبول. در اول مسیر که بودن در همدان، پدر و عموی همین مرحوم پاکتامان که ما داریم ازشون حرف میزنیم هم همراه جماعت بودن و یه نفر یه مبلغ قابل توجهی رو امانت میسپره بهشون، مبالغ پول، و میگه که اگر رسیدی به استانبول اونجا برسون به دست فلانی، برس به امانت. و در روایات و اسناد هست که این افراد، یعنی دو نفری هم که روایت کرده از جمله خود میرزاده عشقی، که اینا در مسیر
چه مقدار سختی میکشن، گرسنگی میکشن، بیپولی میکشن تا برسن به استانبول، با توجه به اینکه میگم همه نقشه هاشون هم برباد رفته بوده. ولی این دو نفر، یعنی پدر و عموی مرحوم پاکتامن، دست به اون مبالغ پول نمیزنن و حتی جای نقش شده که کارشون به خوردن بلوط درختان میرسه و اینا، ولی به هیچ عنوان در امانت خیانت نمیکنن تا اینکه میرسن به استانبول و اون پولو میرسونن. و سالها بعد که دوران رضا شاه میشه و شناسنامه میاد و قرار میشه که آدمها کنیه نداشته باشن و لقب فامیلی داشته باشن، یعنی در واقع نام خانوادگی داشته باشن، پیشنهاد میرزاده عشقی این بوده از قبلش. حالا میرزاده عشقی اون زمان که فوت کرده بوده ولی کشته شده بوده، ولی در واقع پیشنهاد اون بوده که اگر بخواید فامیلی برای خودتون بذارید، هیچ فامیلی بهتر از پاکتامن نیست. و اینطوری میشه که اسم پدر مرحوم پاکتامن میشه پاکتامن. و ایشون هم که من خودم سعادت داشتم یه بار خدمت ایشون رسیدم، زمانی که در یک رستوران دوستم تینوش نزجو یه قراری جور کرده بود که من خدمت دکتر براهنی برسم در پاریس. و توی اون کافه که نشسته بودیم آقای پاکتامن هم بودم. من ایشون رو تا اون موقع نمیشناختم متاسفانه، ولی بعد که آشنا شدم فهمیدم که با چه آدم مهمی برخورد کردم و معاشرت کردم. و هرچه از شرافت، نجابت، کمحرفی و ادب ایشون بگم کمه. خیلی خیلی متاسفم که این ویدیو رو دارم زمانی ضبط میکنم که نه تنها از فوت ایشون گذشته، بلکه در این فاصله ما فوت‌های دیگه هم داشتیم. از جمله همین حدود 7-8 روز پیش دوست عزیزم خسرو حسنزاده که نقاش خودساخته بسیار بسیار معتبر و معروف که بسیار به من لطف داشت در ابتدایی که کارهای من به صورت زیرزمینی بر من منتشر شده بود و حالا میشه گفت ما به یک شهرت و اسم غیر رسمی زیرزمینی رسیده بودیم، خسرو اولین بار توسط دوست دیگم سهراب مهدوی نازنین دو نفری، من یه جایی توی خونه بودم، اومدن دیدن من و من اونجا با خسرو آشنا شدم. من بعد از اون دیدار اول فقط یه بار خسرو رو دیدم، بعد از کنسرت اولم در لندن بود سال 2010 که رفتم خونهش و یکی تا یادگاری از کاراش به من هدیه داد که الانم در منزلم هست. و خیلی خیلی جای تأسف. اما بهانه دیگه خوندن، در واقع ضبط کردن این ویدیو، خوندن یه متن به مناسبت متاسفانه باز درگذشت شاعر معروف موج نو معاصر، موج نو فارسی، آقای احمد رضا احمدی، که بگذاریم که سبک سیاق ایشون شاید به مذاق و سلیقه خیلی ها از آن خود بنده خوش نمی اومده، ولی به هر حال به عنوان یه آدم تاثیرگذار، آدم پیگیر فرهنگ، آدمی که شاهد بسیاری از رویدادها و معاشرت‌های فرهنگی بود، فکر کردیم که یک بهانه‌ای است که یادی ازش بکنیم. و چیزی که من خیلی خیلی برام ارزشمند بود و خوشبختانه توسط دوستانم در اختیار من قرار گرفت، من میخوام این نامه رو که نامه کامل فروغ فرخزاد به احمد رضا احمدی بوده رو براتون بخونم. چیزی که برای من جالب بود به بهانه فوت احمد رضا احمدی، نکات و تکامل ذهن یک زن 30 ساله بود که در اون زمان چه درک عمیقی از جهان، از هنر، از ادبیات و از ماجرای ریتم داشته. چیزی که جان من خب سالهای سال در رو بوده و من خودم خیلی 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 بهش علاقه‌مندم. و همچنین دقیقاً واژه‌هایی که من بدون اینکه از دانستن این نامه، از بودن این نامه اطلاعی داشته باشم، توی کلاس‌ها، توی جمع‌های مختلف دانشجویی برای عده‌ای می‌گفتم راجع به علاقه‌مندی، راجع به وابسته بودن به ریشه، راجع به مسئله ریتم، این به این واژه‌ها در این نامه هست. و من خیلی ذوق‌زده شدم و گفتم که به بهانه این ویدیو رو ضبط کنیم برای شما بخونیم. متن کامل نامه فروغ فرخزاد به احمد رضا احمدی. خیلی خوشحالم که رفته ای به جایی که نشانی از این زندگی قلابی روشنفکری تهران ندارد.
برای تو که هوش و ذوق فراوانی داری احمد رضا جان، و همچنین معصومیت و پاکیزگی فراوان، و همچنین ذهنی پاک و تأثیرپذیر. یک دوره زندگی مستقل و دور از این جریان‌های مصنوعی و کم عمق بهترین زمینه و پشتوانه تکامل میتواند باشد. جالبه که همیشه روشنفکر از جامعه روشنفکری نالان و بیزار بوده، چنان که همه ماها هستیم، چنان که من هستم. سعی نکن زیاد شعر بگویی، فریفته هیجان و شدت نشو. بگذار همه چیز در ذهنت تهنشین شود، آنقدر تهنشین شود که فکر کنی اصلا اتفاق نیفتاده. زندگی کن تا از یک نواختی بیرون بیایی. آدم وقتی خودش را در جریان زندگی بگذارد، هر روز استحاله‌ای در او صورت می‌گیرد و این استحاله است که انسان را لحظه به لحظه و روز به روز می‌سازد و وسعت می‌دهد. وقتی دیدی که داری یک ایده مشخص را تکرار می‌کنی، اصلا قلم و کاغذ را کنار بگذار. مثل من که لااقل برای یک سال کنار خواهم گذاشت. و جالبه که اون یک سالی که کنار گذاشته، بعدش مجموعه ایمان بیاوریم، مجموعه تولد دیگر بیرون اومده. زندگی میکنم و صبر میکنم تا باز دوباره شروع کنم. اصل ریشه است احمد رضا که نباید گذاشت از میان برود. حال بگذار دیگران بگویند که دیدی این یکی هم تمام شد، از این حرفایی که رجب همه میزنم. اگر کسی این حرف را زد و تو شنیدی، نمیخواهد جوابش را بدهی. فقط در دلت و به خودت بگو من که کارخانه شعرسازی نیستم و دنبال بازار هم که نمیگردم. من گمان میکنم که انسان وقتی واقعا به حد خلاقیت رسید، تنها وظیفه‌اش این است که این نیرو را دور از هر انتظار و قضاوتی بروز دهد. حالا چه اهمیت دارد که ساکنان ریویرا یا کافه نادری در مجلس ختم آدم برای آدم دلسوزی کنند؟ آدم بر میگردد مثل مرده‌ای به مجلس ختم خودش بر میگردد و با موجودیت تازه و جوان و خیره کننده به همه نگاه میکند. اوضاع ادبیات همان شکل است که بود. مقدار زیادی وراجی و مزخرف حرف زدن و مقدار کمی کار درست. من که دلم به هم میخورد و تا آنجا که بتوانم سعی میکنم خودم را از شعاع این مقیاس ها و هدف های احمقانه و مبتذل کنار نگه دارم. من به دنیا فکر میکنم، هرچند امید دنیایی شدنم خیلی کم و تقریبا صفر است. اما خوبیش این است که آدم را از محدودیت این محیط دو زب در دو که می شود چهار و این حوض کرم ها نجات می دهد. دیگر از این که در مراکز حقیر هنری این مملکت مورد قضاوت قرار بگیری و بدبختانه رد هم بشوی، وحشتی نخواهی داشت. حتی خنده‌ات هم خواهد گرفت. خیلی نوشتم احمد رضای عزیز، وزن را فراموش مکن. به توان هزار وزن را فراموش مکن. حرف مرا گوش بده. به خدا آرزویم این است که استعداد و حساسیت و ذوق تو در مسیری جریان پیدا کند که یک مسیر قابل اطمینان و قرص و محکم باشد. حرفهای تو این ارزش را دارد که به یاد بماند احمد رضا. من معتقدم که تو هنوز فرم خودت را پیدا نکرده ای و این راهی که می روی راه درستی نیست. این چیزی که تو انتخاب کرده ای اسمش آزادی در بیان نیست. یک نوع سهل بودن و راحتی است. حالا این روزا ما اسمشو میذاریم شارلاتانیسم. عیناً مثل این است که آدمی بیاید تمام قوانین اخلاقی را زیر پا بگذارد و بگوید من از این حرفها خستم و همینطوری دیمی زندگی کند، در حالی که ویران کردن اگر حاصلش یک نوع ساختن تازه نباشد، به نفس عمل قابل ستایشی نیست. تا میتوانی نگاه کن، زندگی کن و آهنگ این زندگی را درک کن. تو اگر به برگ‌های درختان هم نگاه کنی، می‌بینی که با ریتم مشخصی در باد می‌لرزند. بال پرنده‌ها هم همینطور است. وقتی می‌خواهند بالا روند، بال‌ها را به هم می‌زنند تند تند و پشت سر هم. وقتی که اوج گرفتند، در یک خط مستقیم می‌روند. جریان آب هم همینطور است. هیچ وقت به جریان آب نگاه کرده‌ای؟ به چین ها و رگه ها. وقتی یک سنگ را در حوض می اندازی، دایره ها را دیده ای که چه با حساب و فرم بصری مشخص در یک دیگر حل می شوند و گسترش پیدا می کنند. هیچ وقت حلقه های کنده درخت را تماشا کرده ای که چه با هماهنگی و فرم حساب شده ای کنار هم قرار گرفتند. اگر این حلقه ها می خواستند همینطور بی حساب به راه خود روند، آن وقت یک کنده درخت دیگر یک حجم واحد نمی شد. اثر هنری همین است.
در تمام اجزای طبیعت این نظم وجود دارد، این حساب و محدودیت وجود دارد. تو اگر بیشتر دقت کنی حرف مرا خواهی فهمید. هر چیزی که به وجود میآید و زندگی میکند تابع یک سلسله فرم ها و حساب های مشخص است و در داخل آنها رشد میکند. شعر هم همین طور است و اگر تو بگویی نه و دیگران بگویند نه، به نظر من اشتباه میکنند. اگر نیروی را در یک قالب مهار نکنی، آن نیرو را به کار نگرفته ای، به هدر داده ای. حیف است که حساسیت تو هدر برود احمد رضا و حرف های قشنگ و جاندارت فرم هنری پیدا نکند. یک روز خواهی فهمید که من راست میگفتم. خیلی نوشتم، امیدوارم خسته‌ات نکرده باشم. برای من نامه بنویس، خوشحال میشم و مرا خواهر خودت حساب کن. اگر من دیر به دیر مینویسم، در عوض زیاد مینویسم و در نتیجه جبران میشم. در آرزوی موفقیت. دوستان پارتی زیاد شد، امیدوارم که خوب و خوش باشید و مجموعه تصویری بعدی آدکست به فاصله زیادی نگفته و دوباره ضبط بشه. من لازم میدونم در آخرین ویدیو از دوست عزیزم و فرهیخته و نازنین خانم سرکار خانم آزاد اخلاقی برای اطلاعاتی که در اختیار من گذاشتن بابت استاد پاکدامن و همچنین نامه فروغ تشکر زیاد بکنم. مخلصیم و در تمام.